سلام علیکم. چطوری محمد آقا؟ بد نیست. چند سالته؟ نمیدونم. نمیدونم والا. قربان مثل این که 60-70 سال شه. چند سال اینجا هستی؟ 33 سال. آقای رشی نیدی ما چی شد؟ میدم. بعد ازت میدم. یه چایی بز بخوریم.
چند دفعه این اونو برد پول میده قنچایی هم میگیر. اگه پول بدی چادر باز خودم میخرم. یه میخوای بری عروسی؟ نه همینجوری گفتم.
گفت یه قنچای بگیره. یادم رفت.
نباید میگن اون طرف آب برده. هیچ خبر نیست، دروغ میگن. محمد میگه دروغه، اون طرف ها خبری نیست. واسه قنده چایی گفتی؟ یادم رفت. من کی اومدی؟ صبح زود راه بسته است، معطل ماشین شدم. حالت خوبه؟ آره خوبه. آقام کجاست؟ رفته سر خط.
یه چای بریز بخوریم. قندمون تموم شده. این دکمهش افتاده، تورا افتاده. بده بدوزم.
شما حاضره؟ بله حاضره. محمود چه خبر؟ والا خبری نه. حالا اون کجاست؟ به نظرم گرگانه. یا الله یا الله. عجب هواییه، اون طرف را برداشته. میترسم آخرش این خط آب ببره. محمد آقا، قالیچه رو بیار کار داری. این که نقشه عوض شده. فرماش خودتونه. اون یکی کو؟ عوض شد دیگه حاضر میشه. اینا دیگه مشتری نداری. ما گفتم بدین میبرن. اینا دیگه مشتری نداره. واسه ما هم صرف نمیکنه. حالا اینطوری که نمیشه. آدمی همه داره تو این هوا بیاد.
بیندی بیس بیس من علیه حساب داشته باش. همهش ضرره. سورت که نکردن. نمیخوای نفروشی نفروش. صبح تشب جون میکنه. همهش ضرره. را زورت که نکردن. نمیخوای نفروشی نفروش. کی آمد؟ الان اومده. بچ بخوابه. خسته اید.
سالش در اومده. چرا کاغذ ندادی؟ یکی فرستادم. دست ما که نرسید. یکی فرستادم. کی برمیگردی؟ فردا. میخوام مارو ببرن اهواز. اهواز دیگه کجاست؟ از اینجا تا اونجا با ماشین دو روز راست. دوره. آبو بده من. میگه راه خرابه. آره جادو رو برده. آخرش خطاب میبره.
ببین استخونه چه جوری در اومده. یکم پول بهش بده. میدم میدم. ننه خداحافظ. خدا به همراه. کاغذ بنویس. این دیگه چیه؟ من که سواد ندارم. خب به چی نوشته؟ راهنمای شما آقای محمد سرداری، راهبان اداره خط، نایه راهنمای شما به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما با است آقای محمد سرداری راهبان اداره خط نایه راهن شما به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما با است ماده 77 قانون استخدام کشوری بازنشسته می شوید. راهن دولتی ایران 16/11/1349. یعنی چی؟ یعنی بازنشسته شدی. یعنی چی؟
یعنی برو تا آخر عمر بگرد دیگه. چی شده؟ از کار بیکار شدم. میدونم کار کیه. اون سه نفر که اومدن اینجا. برو شکایت کن. بگو خونه زندگی نداره. کجا بره؟ از کار بیکار شدم. چرا نمیخوابی؟ من میخوابم.
سلام. چی کار داری؟ بهم گفتن بیام اینجا. اومدم سر کارم. کی گفته؟ رئیس. کدوم رئیس؟ رئیس دیگه. یکی فرستادن جای من. از کار بیکار شدم. بیرون نشسته. از کار بیکار شدم. غذا خوردی؟ یه بار شام تا بخور. بار شام تا بخور.
من میرم بیرون خط آب نبره. آب چیکار داره به خط؟ شما نمیخوری؟ نه. سلام علیکم. چه میخواه آقا؟ با رئیس کار دارم. چه کار داری؟ کار دارم. بگو چه کار داری؟ یه کاغذ دارم. بده ببینم. جان سلمان، یه راون اومده اینجا، یه کاغذ آورده بدم به شما. چه کاغذیه؟ حکم بازرسیگی قربان. بیا جلو ببینم چیه.
این به ما مربوط نیست، باید بره اداره خط. بله قربان. این کاغذ عوضی آوردی، به ما مربوط نیست. از کجا برم؟ از این در میری بیرون، سمت راست، بعدش میپیچی سمت چپ، یه ساختمان سفید است، همونجاست بابا. چی میخواه؟ هیچی هیچی. چی میخواه؟ نیم بود عرق. ماستم میخواه؟
زمینا رو مفت مفت خرید، حالا متری 55 تومن ازش میخرن نمیده. سلام علیکم. چه کار داری بابا؟ بیا جلو. خب چطور شده بابا جان؟ برو به سلامت. باز نشستی؟ برو دیگه. برو بابا جان، برو. یه دفعه نشد ما تو عکس خوب بیافتیم. اینو ببین چی شده. میشناسیش؟ شوهر کرده. نه بابا. این یکی پسرعموی مادرمه. الان توی آمریکاست. ازش خیلی خوبه. یه فروشگاه باز کرده. اینم مصطفاست. سیبیل داشت یادته؟ بیا قند بردار. تو که هنوز اینجایی بابا؟ چند سالته؟ برو بابا جان، برو. کجا برم؟ 30 سال خدمت کردم، خونه زندگی ندارم. برو به سلامت، نامتو وردارو برو. برو بابا، خوش اومدی. قرار شد جمعه ماشین بگیریم بیایم سراغ شما. آقا مسخره کردین، اون جمعه هم همینو گفتیم. ما یه ساعت تو خونه منتظر شدیم نیومد. جان تو برای بچه ها نذاشتن؟